باز هم میایم سر خواهران خود. خواهران گرانقدر، این فرصت را استفاده کنید. درسته که شما غذای سحری درست میکنید، دستتون درد نکنه، دستتان درد نکنه، کار خوبی میکنید، کار نیکی میکنید و الله متعال برایتان مزد بده در ازای این، و این را ثواب گفته انجام بدید، یقینا الله به شما مزد میده، چون شما سحری برای روزداران آماده میکنید. این ثواب بزرگیه، پاداش بزرگی از جانب الله متعال برایتان. ولی خواهر من، حداقل 10-15 دقیقه برای خودت فرصت بدی. ما 1 ساعت 1.5 ساعت به شکم خود وقت میدیم، حداقل 10-15 دقیقه برای روح خود و برای روان خود و برای آرامش خود و برای زندگی خود و برای رابطه خود با الله متعال باید وقت بدیم، فرصت بدیم برای خود و بازگشت بکنیم به سوی الله متعال سبحانه و تعالی. فرصت های خوبی است برادران من، خواهران من، استفاده بسیار عظیمی می توانیم ما از این ماه مبارک بکنیم، خصوصا در این فرصت های مبارک مانند سحری، مانند وقت افطار، فرصت های بسیار مبارکی. در طول روز، در طول روز شما روزه دارید، در حال عبادتید، تمام کارتان عبادته، یعنی این فرصت ها رو نباید از دست بدیم. اگر از دست دادیم واقعا که خسارت بزرگی کردیم. همچنان که رسول الله علیه الصلاه و السلام میگن که یعنی اینهایی که رمضان بیرون میشه و خودشان را شامل رحمت الهی و شامل مغفرت الهی نمی کنن، واقعا خسران بزرگ کردن و بلکه مورد لعنت قرار میگیرن. چیگونه رمضان را در میابه و خودش این با این همه فضیلتی که هست، با این همه لحظات مبارک و نیکی که هست، باز هم اصلا استفاده نمی کنه، هیچ، اصلا فقط همینه که دهانش روزه داره، خلاص.